ببینیم که اونجایی که آزادی جنسی تأمین شد در عمل چه بر سر آزادی های سیاسی و قدرت انتخاب مردم در عرصه سیاسی آمد. اتفاقی که افتاده اینه که تأسیس سر دیکتاتورهایی در طول تاریخ که دیکتاتورشون به شدت آشکاره و هیچ بحثی هم سرش نیست، نه تنها آزادی داده شد حتی بدون اینکه مردم مطالبهش بکنن داده شد. یه جنبشی در دهه 60 در امریکا پا گرفت که جوونام راهبرش بودن، که حالا یه خورده فرهنگی بودش میگفتن هیپیا. از دل این هیپیا یه نهله نسبتاً رادیکال و خیلی فعالی شکل گرفت و اومد به نام ییپی ها، که یه رهبری داشت به نام جری رابین. ابزاری که انتخاب کرده بودن مبارزاتشون این بود که ما رفتارهای آزادانه جنسی رو پی میگیریم و باش همه نرما رد میکنیم و همزمان مبارزه سیاسی هم میکنیم. ببینید چه آدمایی به چه روزگاری رسیدن. اون آدمی که اسلحه میکشید و برای نیکسون شاخشونه میکشید ازش میپرسن الان حال و هوات چجوریه، به چی فکر میکنی اینا، میگه من احساس میکنم الان دیگه دنبال آرامش درونم به بهتر به مسائل خودم بپرم. خالی کرده بوده دیگه کاملا اون شور و مبارزه طلبی. فیلمش آماده است اتفاقا، بله. همینم همکارا آماده کردن ببینیم. بله همین خود جری رابینه. بله دقیقاً نمیگه من دنبال از خود گذشت سکریفایز دارم، از خود گذشتگی و جان نثاری برای اهدافم بودم و الان I think he was beginning to buy into the notion that he could be happy and fully self-developed on his own. میگه من حالا به کجا رسیدم؟ Socialism in one person. میگه الان آخرین جمله که ایشون گفت چی بود؟ که در واقع از همین همکاران و همدسته این جری رابین بود که سوشالیسم در یک فرد. یعنی ما اون ایده های متعالی نمیدونم عدالت و آزادی و دموکراسی و فلان اینا رو ولش کن، برو خودتو بچسب، اشغال خودتو بکن. سوشالیسم این وان پرسن. از وقتی که بن سلمان اومده واقعا به شکل رضاخان گونه و بدون اینکه مطالبه مردمی وجود داشته باشه، بدون اینکه اصلا یه خواستی از تو دل مردم وجود داشته باشه، تقاضایی وجود داشته باشه، شروع کرده یه عالمه چیزا رو باز کردن. بله باز کردن که یعنی یه سری فعالیت‌های فرهنگی رقم زد. مثلا اومده کازینو زده تو عربستان، اومده نمیدونم استادیوم برای خانم‌ها، نمیدونم کنسرت‌های متعدد موسیقی که مثلا می‌بینی اصلا مخاطبم نداره. این کنسرت که حتی ایرانی هم دعوت کردن که پخش بکنن برای ما که نگاه کن مثلا عربستان که اینقدر مثلا بهش فوش می‌دادیدم آزاد شد و خواننده ایرانی شما مثلا اون ور میگید این مدل آزادی‌های بی قید و بند که قبلا هم ما نمونهش رو در غرب روس امریکا داشتیم که حالا تحت عنوان طغیان جنسی مثلا میتونیم ازش یاد بکنیم، بهترین سازوکار برای بقای حکومت هاست. یعنی اگه الان جمهوری اسلامی هم بخواد با یه رویکرد ماکیاولیستی و شیادگونه فقط به بقای خودش حفظ بکنه، باید همین چیز آزاد بذاره، بگه برید خلاصه آزاد باشید، راحت باشید، این همه اون چیزی که شما میخواید کف خیابونید. اما اینجا دقیقاً نقطه‌ای که به خاطر یک بنیان‌های فکری نظری و ارزشی که ما به لحاظ تاریخی داشتیم، به لحاظ هویتی داریم، ایستاده، هزینه‌اش رو هم داره میده و حالا یه سری در واقع عوارضی هم داره که می‌خوام سرش صحبت کنم. این اون برداشتی است که من صحبت شما داشتم، درسته؟ هر گوشه ناامنی، درگیری، اختشاش اتفاق افتاده و صحبت از براندازی و نمیدونم پرچم می‌سوزونن و توهین به مقامات کشوری می‌کنن و خیلی صریح و رکیک و اینا، مشخص و واضحه که در این مدل که شما به عنوان حاکمیت جلوی در واقع آزادی این شکلی مقاومت بکنی، هزینه سیاسی برات داره. هزینه‌ای که دیکتاتورترین حکام حاضر نیستن بدن. بغل گوشه خودمون پادشاهی سعودی رو داریم می‌بینیم. ببین الان از ورزش، کشف حجاب، کشف حجاب و رانندگی خانوم ها در عربستان ممنوع بود. این خواننده های سرشناس جهانی مثلا بلندشن بیان توی نمیدانست که اتفاق قرار است بیفتد. نه هیچ کس خواهد یه روزه کنسرت گردشگریست. Who changed things? Who is making your country a more... Mohammed bin Salman. Yeah. Mohammed bin Salman. Yes. Yeah. Prince Mohammed bin Salman imprisoning fellow princes in a five-star hotel and supported by President Trump confronting Iran. آخرین مصاحبه که
بنی صدر داشت قبل از که از دنیا بره با ما بود و در واقع این مسئله رو تو اون موقع ازش پرسیدیم. ببینیم ما داریم با کی حرف میزنیم، ابوالحسن بنی صدری که نسبتش با جمهوری اسلامی کاملا روشنه. بله. کسی نمیتونه در واقع ابوالحسن بنی صدر به نفع جمهوری اسلامی مصادره بکنه بگه از خودشونه. برای من خیلی جالب بود که ازش پرسیدم آیا این شما این ایده رو تایید میکنید که معرض شاه پهلوی از این ابزارها داشت استفاده میکرد تا خودشو در قدرت حفظ بکنه، و پاسخ داد که فکر میکنم پاسخش مستقیم ببینیم خیلی بهتر باشه. ببینیم آمدیم. من اولین بار که من گرفتم سرهنگ مولوی بود که رئیس ساواک تهران بود، بردم پیش او. به من گفت که میبینم که قیافتم خوب و همچنه، برو آقا دنبال دختر بازی تو به سیاست چیکار داری میپردازی؟ من نمیدونستم دختر اسباب بازی که منم بچه که نیستم که برم دنبال دختر بازی. که شما به کابارا بروید و نمیدونم به میخانه سر بزنید، پس که بدون آزادی چیست جز آزادی ها به شما نمی آورد. یک قلمروهایی باشه که شما رو به عنوان نیروی محرکه از صحنه خارج کند، این در همه دنیا متداول، اونجا هم دوره شاه خیلی بیشتر هم متداول بود. نه آزادی ستیزی بود، نه آزادی. میبینید به این صورت میگه در همه جای دنیا متداول بود که صحبت 43 سال پیشه یا بیش از 43 سال پیش قبل از انقلابه و معارضه بعد این کار میکرد. اینکه خیلی بامزه من بهش برخوردم. جالب که بدونید یکی از در واقع برنامه های کلیدی که معارضه پهلوی پی میگرفت در راستای این اتفاقات تأسیس کاخ جوانان بود. بله. حالا من چقدر دوستان آشنایی دارن به فعالیت های کاخ جوانان که خب فضای مختلف بود، دختر پسر بود، استخر داشت، نمیدونم میز بیلیارد داشت، توش حالا فیلم میدیدن، کتاب، من کارهای فرهنگ دیگه هم میکردن، ولی خب خیلی رو این که جوانان به خصوص دختر پسر اینجا با هم در تعامل باشن خیلی اصرار داشتن. و نکته بامزش اینو من بعدن فهمیدم که اولین و در واقع ساختمان مرکزی کاخ جوانان که کاخ جوانان شعبه شعبه بود دیگه، تو سطح شهر چند تا شعبه داشت در تهران و حالا استان دیگه هم داشت، تو شهرهای دیگه، ساختمان مرکزی و اولین شعبه کاخ جوانان در دوره پهلوی که دقیقاً روبروی حسینی ارشاد هست تو خیابون شریعتی الان، قبلا چی بوده باشه خوبه؟ ساختمان ساواک بود. یعنی ساختمان ساواک رو تغییر کاربری دادن برای اینکه جوان‌ها آزادی تجربه بکنن. یعنی از این دیگه در واقع استعاره زیباتر نمیشه آورد، برای اینکه نسبت این دوتا چی جوریه.